چیکار کنی یه سوال ازت دارم ده سال پیش اگر بهت میگفتن که تو قراره که بری امریکا اون سال رو کنی، کنی چی میگفتی جواب چی بود ده سال پیش اطلاعاتم اونقدر نبود که فکر کنم در واقع میشه رفت توی فوروم کنسرت گذاشت یعنی خودم یعنی نمیدونستم که میتونیم چه این کاریو بکنیم حالا از این فرضو بر رو که میدونستی درسته یکی بهت میگفت که آمد تو ده سال دیگه میری تو اون سالن چهارده هزار نفر آدم جلوت سلات کردی جز چند تا ایرانی همچین کاری کردن؟ چند نفر؟ ایرانی که فکر کنم یا یکی دو یکی دو نفر فقط شاید و اسمت بغل کلی از ستاره های دنیا قرار اونجا ثبت شه تو جواب چی بود خیلی رویایی الان که میگین خودم میذارم توی مثلا سال 88 دیگه الان 98 تیم 88 فکر کنم به این موضوع بعضی وقتا قد فکرم شاید نرسه آرزو بود همیشه ولی آرزوهام از جنس دیگه بود وقتی با دنیای واقعیت روبرو میشی رنگ آرزوهات هم ممکنه یه ذره فرق کنه یعنی آرزوها رو یه جوری دیگه موقع نگاه میکردم همین که مثلا یعنی آرزو موقع این بود که یه آهنگ تو مثلا حتی ماشین کناری مثلا رد میشه بشنوی یا اینکه مثلا حالا یه آلبوم بدی بیرون که شنیده بشه و مثل بقیه آتیستایی که میمدن روی صحنه و نگاهشون میکردی خود تو جاشون میذاشتی آرزوها اونقدر بود دیگه حالا این اتفاقی که بری توی مثلا بزرگترین سالن دنیا کنسرت بدی که فکر کن اصلا به قد آرزو چی بهش جواب میدادی میگفتی بابا ولم کن تو آفرین شاید شاید, یعنی شاید مثلا میگفتم مثلا مگه میشه مثلا آدم بره امریکا تو فروم کنسرت بذاره مثلا شاید اصلا نمیدونستم فروم کجاست واقعا <تصفح> واقعا ده سال پیش دیدی نبود اصلا کنسرت این شکلی نبود یه کم فرق کرده خیلی فرق مدل تغییر کرد خیلی مدل فرق کرده آره ولی چه قشنگ با حال نه؟ آره سوال یه دفعه کنی آره, آره. حالا چیز دیگه تو برات خیلی اتفاق بزرگی افتاد و هر کسی که جای تو باشه مطمئنا شاید یه ذره از نظر یه ذره با هم دیگه راحت تر باشیم مثلا شاید یه ذره مغرور بشه به این خدا نکنه که چه اتفاقی بخواد بیفته واقعا به خدا یا تعارف ندارم خدا نکنه واقعا یعنی اصلا یه لحظه فکر نکردم من فقط بودم که همیشه, همیشه, از, بودم همیشه از خدا خواستم که اولا که این اتفاق برای من نیفتاده اه. ما همیشه دوست دارم که به جای من بگیم ما حامد این یه نفر نیست ما خیلی اه. با هم در واقع یه روزایی چه روزایی رو با هم شب کردیم حسین رجب پور بوده که من خیلی دوست دارم تو یه سری مصاحبه آی آینده خیلی بیشتر راجبش حرف بزنم نمی الان میرسیم آره دوست دارم راجبش حرف بزنم و صادقانه راجبش صحبت کنم سامان که شما دوست شماست میشناسید سهیل بقیه شوهران ما یه تیمی ما حامد نیومده یه اتفاقیو بندازه تک و تنها بعد بگه من مقت نه ما یه تیم بودیم همه بچه خیلی زحمت کشیدن و خدا رو به شهادت میگیرم که بغیر از لطف خدا هیچ چیزی دیگه ای نیست چای آدم نوش چای دست چای خیلی ممنون آها بذار اینو ازت بپرسم حامد جمع. خیلی سکوت داشتی این سکوته مال چیه چند چقدر شد چند ماه شد سکوت ما تقریبا برای سکوت از رضایت بود یا دل تحلیل یک سال تقریبا ترک ندادیم خب فکر میکنم که یه اتفاق خودخواسته بود تقریبا یه جورایی خب به نظر ما بعد از یه مدتی که خب یک دوران کاری خیلی در واقع پرکار و شلوغ بود احتیاج بود که ما یه بازبینی بکنیم به خودمون اینو خود داریزم. من دست شما در نکنه به یه در واقع یه نگرشی بعد دوباره به خودمون میکردیم یه نگاهی میکردیم به جامعه بعد یه نگاهی میکردیم یه جورایی این مدت برای شخص خود من یه خودسازی هم بعد اتفاق میافتاد یه جورایی که مم. من خودم یه ذره با خودم بیشتر کلنجار برم یه سکوت مهم بوده به نظرم توی زندگی تمام آرتیستا اونجوری که من تا الان اطلاعات هم میرسه این اتفاق همیشه خواهد افتادم. افتادم. همیشه افتاد همیشه میافت و قبلا هم افتاد ولی این سکوت منجر به اتفاق جالبم شده این کار جدیده اصلا یه مدل دیگه است امیدوارم که یعنی امیدواریم که در واقع این اتفاق رو بتونیم بندازیم نگاه ما تو این آلبومی که داریم در واقع بعد این سینگل ترک که شما گوش کردین نارفیق ما آلبوم داریم انشالله آلبوم بیرون میدیم تو همین روزهای آینده همه تو همین مدل است یعنی یه حامد همایون جدید داری در فکر می کنم یک نگاه متفاوتی مخصوصا به لحاظ کلام تو این آلبوم اتفاق افتاده باشه ریسک نیست میدونی چرا؟ ما... به خاطر اینکه ببین تو یه سری مخاطب یه سری که خیلی مخاطبایی داری که یه حامد همایون دیگر رو باهاش آشنا شدن با شکل گرفته اینا حالا الان یه اتفاق دیگه نمیترسی که اونا ریزش داشته باشن اه... یا اولا که به نظر من هر اتفاقی که قرار تو موسیقی یک هنرمند بیفته اگه بشه اسم من گذاشت هنرمند البته درصد در میشه برگرفته از دل و حال و هواشه حال و هوای ما این روزا اینیه که الان تولید کردیم در واقع مهم. یه مقدار شعر محور یه مقدار حرفای بطن جامعه رو ممکنه بیشتر بزنه مهم. حامد ما یونی قبلا دو تا دونه ترک توش هستش که شما رو یاد در واقع اون حامد همایونی که در واقع بوده میندازه با اون سبک شعر تا به واسطه اینکه خودمون دوست داشتیم یه کار جدید کنیم اگر که در واقع بگم شاید تعجب کنین ما یه دونه آلبوم کامل قبل از اینکه بریم برای تور کنسرت امریکا کنسرت آمریکا آماده داشتیم که منتشر کنیم اونو اصلا دو تا ترکش رو فقط انتخاب کردیم بقیه رو کلا استفاده نکردیم و این در واقع دید جدید ما نسبت به موسیقی هست امیدوارم که مخصوصا از لحاظ اشعاری که استفاده کردیم خیلی با دقت جمع شدن نوع موسیقی موسیقی که حال هوای ماست یعنی حال هوای امروز ما اینه ولی مطمئنم که در واقع مردم هم درک خواهند کرد که یعنی یه جورایی حس حالمون رو گفتیم خیلی از کاری که توی آلبومه یه جورایی داستان داره آها. یعنی یه جورایی یه داستانی براش هست چه جالب مثلا یعنی این ترک آره اینو نارفی قشنگ خیلی اه... خوشگل بود ترجمه خیلی جذاب و یه, یه تیکش داشت آمان. من خیلی دوست داشتم یه تیکش بود که من کنار رشکی دردم کم نشد من آره رفیقام رفیق هم عوض, کردم نش. خیلی دوست داشتم یه دو تا سوال ازت دارم اه... خیلی بچه که بودی کنسرت گذاشی جلو آینه تنهایی واسه خودت خیلی زیاد آره, آره. ببینم بعد مثلا تو خیالت همون جلو آینه جایزم گرفتی سخنرانی کنی مثلا من اینو تقدیم میکنم من توی بچگی همیشه یه رویا داشتم آه. یعنی این رویا رو زیاد میدیدم یک کت کت شلوار راه راه کره نمیدونم چه راه راه بود ولی بود واقعا <تصفح> <تصفح> بعد اون موقع شما مثلا دوران بچگی همیشه مامونو میزدن دیگه آره. اگه شما همسن من تقریبا آره. همیشه تو مدرسه میزد خیلی زشت آره بعد من میدیدم مثلا ولی تو مثلا خاطراتم موام بلند بود مثلا یعنی تو اون موام یه ذره بلند بود و میکروفونی و جمعیتی که داره من نگاه میکنه همیشه بوده واقعاً آره. واقعا بوده این رویاه بوده خیلی برای خودم کنسرت میدادم با داداش بزرگم امیر خیلی اجرا میکردیم برای می خانواده آره. آره خیلی زیاد جالبه. و چند سال بود موقع من تقریبا از سن فکر می کنم سن 5 سالگی تو چرا. دوره هم یه مادر بزرگم اینا می خوندم می خوندم خیلی دوست داشتم ولی خرد خرد همینطوری علاقه تبدیل شد به اینکه بخوام واقعا جدی دنبالش بکنم خب زمان ما هنوز موسیقی خیلی خوب نمیدونستن شما شاید یادت باشه سعی می کردیم هم درسمون رو بخونیم هم یه جوری باشه که بهمون اجازه بدن که بتونیم موسیقی کار هم کار, کار بکنیم آره ولی نگم براتون که پولم نداشتیم می اومدیم تهران کلاس مثلا یه روزایی شب مثلا به اتوبوس را می افتادیم بیم. کلاس آوازی اینجا مثلا خب مثل موقع موبایل نبود شاید مثلا به خونه زنگ زده بودن ما متوجه نشده بودیم کلاسی کنسل بود استاد حالش خوب نبود باید همونو برمیگشتیم جایی هم نداشتیم شب بمونیم بخوابیم بعد مامان بابا راضی بودن حمایت میکردن اوایل نه اوایل خیلی خوب چیز بود اینجوری بود که خب اصلا اینجا پوری اصلا اون زمان اصلا کسی فکر نمیکرد موسیقی آره. باشه آره. که آره. درست حتی یه جاهایی توی یه سری خانواده ها بد میدونستن موسیقی اگر بره. که بره. برگردیم به عقبتر ولی خب ما دیگه جنگیدیم دیگه من یه پسر خاله داشتم آرش پیانو میزد و همیشه با همین کار رو یعنی در واقع خیلی پیگیر ما دنبال میکردیم هر ترکی از هر میاد بیرون سعی میکردیم حال دست و پا شکسته آره. درش بیاریم ما بخونیم ما آره. آره بعد کارت صدا تازه اون اومده بود بگم که سیستم پینتیوم تو بود مثلا یه کارت کریتی کیتی اومده بود ما اونو با هزار بدبختی یا قرض قوله میگرفتیم مثلا یه ریورب داشت داره. مثلا با میکروفون ضبط میکردیم و خلاصه بود دیگه بخوام برگردم خیلی حکایت های زیادی وجود داره من 19 سالگی آلبوم داشتم از سن 19 سالگی من... اینو بگو چند سالگی آلبوم رو شروع کردی یعنی ما... اولین کاری که ازت بیرون اومد چند ساله ما توی سن 18 سالگی همزمان با ورود به دانشگاه یه گروهی داشتیم تو دانشگاه به اسم گروه رادیکال آه. راک میزدیم موسیقی آه. راک میزدیم چه چاله آره اصلا یکی از شعراش هم مطلعش بود رفتن تو یه خاطره بوده و بس بودنت مثل گرفتن نفس یا مثلا شعرهای چیز هم داشتیم شعرهای اعتراضی هم داشتیم یه گروه به اسم گروه رادیکال شعراش خود, آره، خود بچه ها آره شعراش خود بچه ها می فضای دانشگاه یه جوری تقریبا فضای سال هشتاد فضای دانشگاه فضای بازی بود برای آه. اجرا ما گروه داشتیم همه فارغ و اینا رو اجرا می‌کردیم فارغ التحصیلی بچه‌های پزشکی دانو، پزشکی داروسازی دانشگاه شیراز اینور اونور حتی با ارکسترمون جای مختلفم هم می‌رفتیم کم کم پاپ هم می‌زدیم یعنی مثلا رضا صادقی کار می‌داد ما مشکی رنگش رو موقع اومده بود مشکی رنگش قرار می‌زدیم از همون زمان که وارد دانشگاه شدم آلبوم رو شروع کردیم خیلی دوست داشتم مهم. با یک تنظیم کننده خیلی خوب اسم امین مکتوبیان مهم. که هم ملودیا رو ساخته بود هم تنظیم کرده بود شعراش هم یه دوستی دارم به اسم عباس قاسمی نوشته نوشت بود 19 سالگی 19 سال خورده بودم که تموم شد آقای رجب پور پیدا کردم تلفن آقای رجب پور پیدا کردم از طریق آشنا بهشون زنگ زدم ما قرار گشتیم موفق نشدیم چه جاله ایشونه ببینیم میشه سال 80 80 بعد اون موقع به بهبوه گروه آریان, بود بله. خدمت شما که عرض کنم آلبوم من کلا یه زب رد شد این اصلا مجوز نگرفت هیچ کدوم از ترک مجوز نگرفت و گفتن که اون موقع این بود که موسیقی ها موسیقی های قربیه. آره به همه همین گفت آره موسیقی غربی بود <applause> گفتن موسیقی ها غربیه و خب ما موقع خیلی سبک بلوز اینا هم دوست داشتیم و این داستان کل رد شد کلا آلبوم من 5 میلیون وام گرفته بودم که ما 80 هزار تومان قسط میدادم بر آلبوم بر آلبوم به سختی واقعا ولی خب اون هیچ بعد دوباره اومدیم و شروع کردیم کار کردم کار کردم دوباره سال 86 دو سال 86 دو دوباره یه آلبوم دیگه درست کردم به اسم آدم برفی آ یعنی از اون سال تا سال 86 هیچ کاری بیرون ندادی از اون سال چند تا سینگل ترک بیرون دادیم, دادیم. بیرون. ولی هره. اصلا خب میدونی شرایط متفاوت میدونم اصلا فرق کرد ما آره. موسیقی هره. غربی تولید آره. میکردیم هره. کسی هم گوش نمیداد حالا بعد تو نهایت برسیم به فکر دوست دارم یعنی برسیم به جایی که ما بتونیم یک تعریف درستی از اعتماد آرتیست با تهیه کننده در آه. واقع خب شاید من اگه 19 سالگی اون کانکشن رو داشتم راهنمایی می‌شدم آره میدونم می‌تونستم زودتر اون کارا رو بکنم آه. خب خیلی ماها توی چهار دیواری خودمون یه جورایی محصوریم هنرمنده خیلی ها برای در دیوار خونه‌شون می‌زنن میخونن بعد اون تفکرات اون خواسته های در واقع اجرایی برای کنسرت و اینا شاید با اینی که روز اول ما فکر میکنیم فرق میکنه ام. 86 سر تو در نیرم دوباره آلبوم زدم به اسم آدم برفی ام. سال 89 مجوز گرفت یعنی از سال یعنی سه سال, سال مجوزش طول کشید هیچی به هیچی اون اصلا پخش نشد نه از تنظیما راضی بودیم نه اصلا هیچی پخش نشد کلا فقط در حدی که آبروم نره سی دی ما بدم دست مثلا خونه وادم و, و چهار سال و... تو دا... توی آموزشگاهی که تدریس میکردم اینا مثلا بدم اونا که مثلا اینقدر شاگردان نگن آقا چی شد چی شد چی شد با کیفیت خیلی بد آ تو اون زمان تدریس هم داشتی پس میکرد بله کم کم شروع کرد. بعد دوباره سال 89 که بیرون اومد این بر من تلنگر خیلی جدی شد چون من همه چی سپرده بودم مثلا ملودی‌ها رو خودم زده بودم سپرده بودم به بقیه کارام انجام بدم اون ضرر مالی در واقع وحشتناکی که دیگه خورد شدم زیرش یه جورایی و زندگیم به زیر صفر نزول کرد هرچی هر چی کار کرده بودم دیگه رفته بود و هیچی نداشتم در واقع تو اون خیابون ستارخان زار زار گریه می کردم و قدم می زدم دستم به هیچ جا بر نبود حالا یه روز روزگاری من می بینم تو فضای مجازی میگن مثلا طرف یه شب اینا آفرین واقعا اصلا اصلا دقیقاً این... به خاطر این دارم این رو شب یعنی چی یه شب یعنی ام. از سن 19 سالی که یه شبه نمیشه که اون همم هم که من از در واقع زج حالا من تا قبلش هی میگم من بعدش ما این دیگه ولی من زج کش شدم یه موقع اصلا نمیستم با, کی، با کی حرف بزنم اصلا به کی چیز چی کار باید میکردم از اون طرف سرمایه خودم و خانوادم رو نابود کرده بودم آلبوم زده بودم رو نداشتم برگردم خونمون م. رو نداشتم برگردم خونم بگم چی بگم چیکار کردم بگم مثلا دوباره این همه مثلا ما زمین فروختیم من رفتم آلبوم بزنم دو تا زمین بغل هم بوده داداش بزرگی انا زمین رو داره خب تو فروختی آلبوم بزنم. من فروختم خب نشد ولی اون تلنگر درستی بود برای اینکه من متوجه باشم که باید بالا سر کارم باشم نمیتونم من شیراز باشم تهران کسی بر من کار بکنه تا رسید با آهنگ هنوزم همونم که فضای من دیگه همه میدونن دیگه تو اینستاگرام سام با سامان با هم دوست شدیم و من اون موقع کارمند اداره منطقه هم بودم و درس هم میدادم و دیگه کلا استفاده دادم و لیسانس مهندسی چی داری فوق من مهندسی خاک خاکشناسی فوق لیسانس آبیاری زهکش بعد من شما که آرزم خیلی هم به موسیقی وی رفته <applause> ولی حالش <applause> خوبه اون من کسی که مهندسی کشاورزی همیشه توی بالاخره توی فضای گلوگیا و دانشگاه کشاورزی شیراز هم خیلی دانشگاه قشنگیه واقعا زیبا اصلا کل شیراز زیباست. خیلی زیبا دانشگاه کشاورزی واقعا بعد از باقر هم زیباترینه مخصوصا تو پاییز واقعا دیدن داره خلاصه این شروع بود دیگه و ما رسیدیم به آقای رجب که خیلی دوست دارم که و ازش اینجور این می هم خواهش که صحبت کنه خواهش کنم بیاد توی برنامه صحبت بکنن برای جوونا و واقعا خیلی مهمه واقعا با واقعیت جایی که واقعیتی که خیلی همون دوست داریم و به خاطر اینکه رسانه نمیدونیم نمیشناسیم چه جوری در واقع دوست دارم که بیان صحبت بکنن و بگن ما از دل صحبت کردم هرچی گفتم خدا شاهده یه کلمه‌ش هم کم زیاد نبود دیگه بعد من هنوزم همونم رو درست کردم هنوزم همونم یه ارکس بزرگ بود محسو جانی تنظیم کرده بود با یه ارکس بزرگ پیامتونینا کلا همه زهی زده بودن و این قصه ها بود اونجا سامان هنوزم هم همون استوری کرده بود بدون که هم بشناسیم توی اینستاگرامش من منشن شدم و دیدم و سلام علیکم احوال پرسی و کناره و اینکه به من گفت دوست با آقای رجب گفتم گفتم من 19 سالگی دنبالش میگشتم بریم تو اصلا با هیچ تهیه کننده دیگه ما نه حرفی زدیم در صورتی که خیلی ها به سامان گفته بودن که مثلا بیا خواننده کیه و چون خیلی از بچه‌ای که سامانه میشناختن باشون کار میکرد گفتن چرا داری مثلا برای فلانی کار میکنی اصلا کیه چه جوری واسه که تنظیم نمیزنی دیگه چی چیکاری از ارکستر بیرون رفتی اینا خب خدای اونم برادرانه جون دل گذاشت و معرفی شد اینو خب اتفاق خوب زندگی ما آشنایی با آقای رجب بود راجب خود همایون صحبت کنیم راجب حامد همایون اسم اسم مال حامد همایون اسمیه که روی من گذاشته شد و بعد از ما هم تمام هنرمنده که اومدن قبل از ما اینطوری بوده تو تمام دنیا بوده تمام آرتیسته که دهی پنجایی که ما هم دوستشون داریم همه بله. همه اسماشون در واقع اسمای هنری آره فردی بله. بله. اصلا همه تقریبا بله. همه حالا بعضی خود اسمشون یه اسمیه که میتونه برند باشه ولی بعضی ها خوب نیست این اسم حامد همایون بین چندین بین 80 تا اسم آخر رسیدیم به حامد هامان یاد شاید درست بگم و حامد همایون این دو تا دونه, دونه خط زدیم آخر رسیدیم به این اسم که خیلی لازم بود فرم موزیک که ما کار میکردیم مقدار ساز ایرانی توش بود و این در واقع موزیک الکترونیک فیوژنی بود که یک جورای موسیقی در واقع در واقع ساز ایرانی هم داخل شده چون اصلا صدا ایرانی نیست ولی ساز ایرانیش استفاده شده بوده. و اون لحنه و این حامد همایون بهش این لحن مال خودت رو. می اومد این لحنه بله این لحنه هم اینجا شروع شد که حالا قصهش جالب و سایل یه روز داشتیم با هم دیگه گفتم که <applause> الکل نگاه تو یواش داره میپره بعد سایل گفت چی خوندی گفتم که الکل نگاه تو یواش گفتن نه نه این قبلی چی بود گفتم که الکل نگاهت گفت این خیلی خوبه ها گفتم خب ریشه نداره چه گفت نه نه وایسا بعد دیگه راجع که کم تحقیق کردیم و دیدیم خب نقالا آدمی که میخوان یه ذره در واقع حماسی صحبت کنن یک چیزایی این شکلی وجود داره دوست داشتیم یه کار یه کاری بکنیم که مقدارم بیرون بزنه تو محسن رجبپور دوست داری الان اول که ما و راضی از کار کردن اصلا این حرفا چیه <applause> یعنی من دوست دارم این مردم واقعیت قضیه رو بدونن یعنی وقتی یه تیکه انقدی بریده میشه راجع سر صحبت آره میشه مصاحبه یه, یه بار یه بار گفتن که استثمار شدی نمیدونم چه استثمار استثماری شدی چه شد شد. چه استثماری ما تو تهران از همه کسایی که برنامه اجرا میکردن بیشتر بود چقدر بیشتر بود حالا چقدر فکر کنم میشد اونجوری که یادمه دروغ نمیگم سانسی 32 میلیون 35 ك... که... میلیون میشد اما موقع که کنسرت میدادیم دیگه همین الان او... فکر کنم همون قد بشه او... شاید ولی به خدا چون حساب کتابی نیستم نمیدونم ولی یادمه که مقایسه میکردم با یک از خانده اون که خیلی آدم بزرگه احساس کم من بیشتر میگیرم اونا فیکس میگرفتن ما در میگرفتیم اصلا این حرفا چیه یعنی مگه می میشه اصلا چند نفر چن با هم راضی نباشن کار کنن چه جوری میشه طبیعی من موجود. چه جوری مثلا چند نفر با هم دعوا دارن این نفر یه نفر دیگر اذیت میکنه اصلا با هم کار کنن نه میگفتن که مثلا شاید از قبل خاطر قرار داده میترس ما یه بند تو قراردادمون داریم آه. یه بنده که من هر موقع دلم بخواد میتونم از رجب پور جدا آقا این بنده میخواید بعد ازش چیز بگیریم بیان همین ببینن یعنی مثلا تو تو دوران مگه هم... مگه هما... کلمه اون اسم همایون یه سری چیزا روز اول ما با هم صحبت کردیم بعد که با هم دوست شدیم عوض شو. هم دیگر رو شناختیم برمید. خب الان همین الان میگم ده بار به من آی رجبو گفته میگه یه زمانی هر موقع حس کردی یا هر موقع من دیگه بهت حس نداشتم با هم کار نمیکنیم ما با هم حس داریم اینی که شما های زبان سرخ داره به عنوان رفیق هم دیگه رو دوست داره آره بابا فقط زبانی سرخه ذره ولی تو دلش واقعا هیچ چیزی نیست من میدونم که این آدم به بچه های پشت صحنه چقدر رسیده اینا رو که اصلا نباد یعنی جای نگفته میشه نه حرف راجبی صدی میشه فقط یه تیکر ما بگیریم بیایم بگیم آی نمیدونم ما کدوم مافیا کی این کارو کرد اصلا مافیا چیه پوریا آره. اصلا مافیا یعنی چی واقعا تعریف نمبر. مافیا یعنی یک چیکار کنی از طرق قی... تعریفش اگه من سوادم برسه نمیدونم خواستم امروز با سور اینترنت نگاه کنم یادم رفت <applause> چیزی که من یادمه <applause> یه مافیا یک گروه قدرتمنده که از ابزار قانونی یا فراقانونی جهت نفهم. یک سری پول های در آبادان پول های کلان استفاده میکنه آسونش میشه سفید کننده یه مثلا حالا, حالا هر یه کارهای دیگه میکنن که اون کار رو توجیه کنن حالا من شما سآل, سآل میکنم. حالا بین خودشون پول فقط باید به چرک ما, و م... و یه ما تو کدوم بخشش مافیا بودیم اصلا چیکار کردیم آهنگ چطخیس و شما خدا اینجا با مردم آهنگ چترخیس و ما ماف با مافیا ما... اصلا مگه میشه یه تو دل مردم به زور بکنی میتونی یه آدمو بیاری انقدر تو فضای مجازی نشون بدی معروف بشه ولی مگه میشه تو کنسرت آهنگشو بخونن باهاش نمیشه اقل چیزی که من دارم زندگیش میکنم توی ما نیست نیست اگر ما قرار بود مافیا باشیم این همه آرتیست جدید جذب نمیکردیم های خوب بچهای با استعداد که من و سامان معرفی کردیم با رجب پور مثلا آه. آره با فراغ بال قبول کرد اصلا به نظرت مافیا هست تو موسیقی ببینید یک بخشی وجود داره یک بخشی که ثروت دستشه خب من به نظرم بخشیه. من به نظرم امروز آدم های غیر متخصص تو موسیقی ما زیادن تو بخش که اسمشو گذاشتن تهیه کننده پول میخوان بیارن سرمایه گذار رو کننده و مدیر برنامه و اینا شما اگه نگاه کنید شما خیلی وقت تو موزیک هستین من شما خیلی میشناسم و خودت میدونی دارم راجع به چی صحبت میکنم تهیه کننده یک شرکت فرهنگی هنری چند منظور است که میتونه کنسرت بذاره اثر موسیقی تولید و نشر بکنه شما تو دفتر ترانه شرقی ببینید چند تا اثر موندگار خوب ترانه شرقی منتشر کرده اسمم ببر خب آلبوم های دکتر اسفانی از امیر تاجیک از بابک جانبخش از فرزاد فرزین تا اونجا که من میدونم بنیامین و گروه آریان بگیر تا مدیریت ارکست ملی که شما یادته که ارکست ملی ما یه ارکست ملی که اصلا کنسرتاش تو تالار وحدت بود آره، نه از حق نباید گذاشت خب بریم برد. به اون داستان من کار ندارم مگر اصلا ولی مافیایی که من میگم به اشتباه داره گفته میشه مافی سه سر آدم دارن پول میارن یه خواننده تو فضای مجازی یه ترک میده دیویس میلیون خرج اون ترکه میکنن که همه ببینن احا. با کسایی که اینفلوئنسرن نمیدونم داب اسمش بکنن زمان ما خود به خود این اتفاق میافتاد چون آهنگ ما همزمان بود با مد شدن داب اسمش و این اتفاق الان دیگه نه همه باید پول براش خرج کنن یعنی دارن خرج میکنن آهنگ شاد بدن باید با آهنگاشون حرکات موزون کنن خیلی ها برن نشون داده بشه که این اینان مسیرهای درستی نیست برای یک موزیکی که میخواد خودش جا باز کنه وقتی موزیکو برای هم دیگه شما فر... وقتی یه موزیک تو گوشید میاد اینو فوروارد میکنی برای کسی که دوستش داری این موزیک میتونه بمونه میتونه بعد از چهار سال شما کنسرت بدی پنج سال بری دوباره اونو بخونه ولی موزیکی که شما بعد نشون میدی موزیکو معروف میکنی ولی تو قلب مردم که نرفته این موزیکی که بعد از اینکه اومدی تهران بعد. و اون اتفاق افتاد و الان دیگه حامد همایون دیگه کل ایران را میریم از هر جایی که رد میشیم دستم و هر جایی که رد میشیم داره صداش میاد چه اتفاقی برای رفقای تو هم شهریات افتاد بچه‌ای که باشون کار کردی خواننده ها فلان فلان درست ببین شیراز یک جاییه که چند تا شهر اصلا خیلی مهد موسیقی هن. به سمت جنوب خیلی جنوبی ها موزیسین اصلا اصلا شما بندر عباس بری باید خیلی حواستو تو جمع کنی موقعی کنسرت میده <تصفح> بندر عباس، بوشهر، شیراز، اسفهان پر از آدم های خوی صدا و هنرمند این اتفاقی که به لطف خدا مردم افتاد یک انگیزه دو تو تمام بچه های در واقع که موسیقی کار میکردن انداخته و باعث شده که من خیلی از بچه که باشون کار میکردم خیلی از جوون تر و الان با هم گروه گروه اومدن اینجا خونه گرفتن خیلی اتفاق بدی که تمام مرکزیت هر چیزی بخواد توی پایتخت باشه اصلا نمیدونم چه چه کار میشه کرد براش این احتیاج داره به آدمای متخصص راجع به صحبت کنن که چرا نمیشه یه نفر از شهرستان دیده بشه اه. اصلا چرا نمیشه چرا مثلا تایکانده ما نمیرن تو شهرستان ها مثلا آدمهایی رو خب شاید برگردیم اون حرف خودت که شاید خیلی از تهیه کننده ها واقعا واقعی نیستن واقعی نیست یک انگیزه خیلی خوب شده به الان از زنده وکیل اومده خدمت شما که عرض کنم داشش محمد هست خیلی زیاد فرزاد فراخ یه بخش شیرازی سینا درخشنده شیرازیه بچه ها تو شیراز دارن میان من فکر کنم یه قسمت هایم شیرازیه رگه های آره شیرازی شی... آره آره, دار. اصلا یه درامر خیلی خ... خیلی خوب تو شیراز داشتیم که الان ایران نیست با گروه های بنام کار میکنه آه. چقدر عالی آره هم هیدری بود خیلی هم نوازنده درجه البته هیدری رو میدونی که ما پخ شدیم در سطح, <applause> سطح>, سطح کشور به خاطر شما که همیج... اصلا خودتون من ارادت خدمت پدر زیاد دارم, بزرگ دارم و اینکه آره یک انگیزه خیلی زیادی شده ولی خب بیشتر یک دغدغه دق هم همراهش میاره آره صرفاً ما ساختارمون ساختار نیست که همه بشناسن اگر که یک جای شما یعنی به این منوال باشه که آموزش موسیقی یک چیز روتین باشه آه. یعنی شما تو مدرسه لاقل کلید سولوفا رو یاد بگیری تو مدرسه تو خیلی مهمه آره. قبول دارم. موسیقی نهادینه بشه خیلی قصه اتفاقای مهمی در آیندهش میفته بله, بله. آلان و اینکه خب این این در واقع پولساز ترین دومین صنعت پولساز بله. دنیا اینترتینمنت که یه بخش موسیقی این بتونه در واقع شک بگیره الان که داریم با هم صحبت می خیلی بهتر شده عجیب ترین اتفاقی که تو کنسرت برات افتاده چی بوده؟ آخ آخ خیلی خنده داره تو کنسرت ببین توی کنسرت ها که میدونی حالا یا قبل از اینکه بیای رو استیج یا بعد از اینکه بیای رو استیج یه سرش نمیشه گفته نه بگو چرا نمیشه آقا چرا نمیشه میگم حالا عجیب باشم میگم یه ببین یه بخشی از کنسرت برمیگره به روزای اولت که اونا از همه روزا جذاب یعنی وقتی که شما یعنی من میگم همیشه خدایی نکرده خدا نکنه برای یه آرتیست کنسرت عادت بشه اصلاً اصلا قشنگ نیست یعنی اون حیجان و دیگه اون ندارده. انرژیه یه دفعه یه سالونی کنسرت داشتیم که اسمشو نمیارم چون الان بهتر شده اوضاع <applause> <applause> من ایر گشتم تو گوشم میخواستم برم روی استیج باور کنید مثلا با چند ثانیه تاخیر موسیقی به گوش من میرسید رسید. یعنی آه، موسیقی آه، که تو ایر من بود با موسیقی آه، آه. که به گوش من میرسید یه اختلاف زیاد همون همون که هدفونی که تو گوشت آره. مثلا قبل استیج بوده که خوردم زمین تو پله ها یه جای یه این این جذابه اجازه اونو شاید خیلی اون درک نکنن که تو با دیلی میشتین این قبل کنسرت خوردی زمین چجوریه یه یک بخشی از کنسرت ها. ما تو برج میلاد بود یه پله‌ای بود که من از این پله می رفتم بالا بعد میرفتم روی یک مثلا جای وای میشدم از چند تا پله میرفتم پایین این در واقع صحنه باز میشد من برم داخل خب بعد قبلش من تو اتاق بک بودم داشتم مثلا خودم آماده میکردم بچه ها گفتن پنج دقیقه دیگه شروع میشه نگو شروع شده بود مثلا مثلا آهنگ شد صدا کن اسمم و عشقم صدا من خوبه به من از تو همین اتاق استیج دیگه ایره تو گوشم بود رفتم و رو استیج اومدم برم خوردم تو پلا زمین آه. حالا اون خب همه چی زمان بندیه دیگه آره. کی باید باشه نور صدا این داره وا میشه که من از رو پلا برم بعد انقدر بلند بود یه نفر باید به با من قلاب میکرد پایینو <applause> <applause> اولا هم که نشده بود یعنی دیر همه چی همین خلاص هیچ چی دیگه <applause> درو تو نبود آره نش دیگه به هر مکافاتی از بغل پله رفتم و خلاصه بالاخره اجرای زنده است و همش بعدا میشه خاطره ازدواج که نکرد نه بهش فکر میکنی اصلا صد درصد دیگه سن اونها بالا میره آره والا نه با سنی که ولاد دلت سیاه باشه موهاش سفید شده شده دیگه اشتباه میگن ببین یه سوال ازت دارم همه آدما که عاشق شدن این رو میگه بله طولانی ترین الان که مجرد بله طولانی ترین رابطه یه که عاشق بودی توش چقدر زمانش بود چقدر طول کشید چهار پنج سال فکر کنم پنج سال بله چرا به هم خورد ببینید یک حتما مقصر من بودم میگه چیزی خاصی نیست چه ماهی هستی بله ای بهمن این من مهرماهی خود زنی میکنم با. چرا حتما مقصر تو بالاخره مدل هنرمند یه چیز خاصه مثلا آره یهو شب, شب شما دوست داری بشینی تا صبح ملودی تو درست کنی یعنی یه وصلی کسی تلفن بزنه بر نمیداری آره قبول دارم اصلا این یه آره. چیزی آره. واقعیتی ما یه،, مدرسه مدرس پیانو داشتیم اینشالله که همیشه زنده باشه اگر اینشاله. تو قید حیاته چون خیلی وقت ازش خبر نداره. ام. گفت ما آرتیستا هنرمندا همیشه یک همسر داریم به اسم موسیقی آره. که اول عقد اینی مال زن باشیم مرد فرق آره. نمیکنه ما چون عجین شدیم با این داستان خیلی از احساسات و ابراز و احساس رو تو این بخش پیاده میکنیم و وای به حالی که نبود مثلا ممکن بود سر به کجاها بزن. چون ما خیلی آه، شکننده گرفتم ماها خیلی زیاد از کجا میدونی که آدم خیلی از آهنگا حرف دل اون شاعری که نوشته حرف دل اتفاقا این آلبومی که جدید ما کار کردیم سعی کردیم هیچ کاری رو جمع نکنیم یعنی ننشینیم پای یک کاری بسازیم همه کارا ورود کنه به ذهن آدما در واقع جوششیه ششی دقیقاً. نیست. مخصوصا با شاعرها تک تک کاری که این تو این آلبوم نوشتن همه حس خودشونه یا یک اتفاقی یعنی برام جذاب برای هم, جذابه که, که, کارا رو زودتر من فکر می‌کنم آلبوم منتقد هم باشه چرا به من نمیگید چرا نه من شما موزیسین محترم و حرفه‌ای هستید من ارادت خدمتتون دارم من فکر کنم آلبومی هم باشه که منتقد پسند هم باشه اگه قرار باشه که مثلا ازدواج بکنی از چه از چه تیپ آدمی برای زندگی یعنی میخوای از چه قشری انتخاب بکنی قطعا هنرمند بله ببینید چون درک متقابلی وجود داره یک نفر که خودش توی داستان هنره هنرمند بیشتر میفهمه کلا قطعا به نظر با هنرمند ما ها ازدواج کنیم بهتر راست بله این تالوش فکر نکرد با هن چرا به خاطری که یه بخشی شاد یه هنرمندی باشه که تو بخش در واقع اینترتین هم نباشه ها همین که روزی 6 ساعت میشینه با سازش تمرین میکنه آه حتما همیش... باید تو موسیقی باشه آره دیگه بخش میفهمه شما را یه بخشی از هنر باشه اصلا تئاتری باشه بازیگر آه. باشه اصلاً. هنرمند باشه موزیسین باشه نویسنده باشه نقاش باشه چون ماها عالم خاص خودمون داریم حرفاتو بفهمه مدل تو بفهمه بله عالم خاص خودمون داریم دیگه عجیب خیلی خوبه عالیه ولی بچه خیلی دوست دارم عاشق بچه جدی میگی خیلی. من نمیدونم چرا احساس میکنم که حالا یه مال منه تو مهمی الان من میمیرم برای بچه, بچه هنوز که هنوز پسر دخترش مهمه کلا بچه دوسته. بیشتر که خیلی زیاد پسر, پسر دوست دارم, دوست دارم. اصلا و اصلا که و اینکه هنوز معلوم نیست چه خبره هنوز معلوم نیست انشالله که خدا لطف کنه بچه سالم به همه بده به مام اگه که باشه این بچه سالم بده ولی براش فیلم ها گرفتم عجب. از بک استیج همه کنسرت ها کلی باشه عزیزان چقدر باحال من بزرگترین ترس زندگی چیه همه کارامو کرده باشم دنیا رو ترک کنم یعنی کاری که وظیفمه یک سری خودم میدونم که چه وظایفی وز... دارم اه. یعنی حداقل خیلیاشو بعد انجام بدم آه. اون که وقتی که شما رو چون یه چهار دیواریه که تو برنامه دور همی هم گفتم از اون از اون در واقع مرت... نمیخوام به صحبت کنم چون حس برنامه خراب میشه یه جوره بگیم از مرگ میترسم ترس خیلی بزرگه که نتونم ام. کارامو انجام داده باشم ام. نه از خود واجش از خودش نه دوست دارم یه سری کارار بکنم دوست دارم خدا بهم اون بده که بکنم انجام بدم ام. و ترس اه... ترسی که این روزا باهاش چلنجم هم داشتم از اینکه مردم دیگه اون نگاه مهربونشون هم من بره میدونی خیلی زیاد عادت کردیم ماها به اینکه آره این اینقدر انقدر مردم ما خوب و نجیبن انقدر عزیزن که ما واقعا این استرس نبره من مطمئنم که یکی از ترس های همه آرتیست ها, ها اینه که این نگاه مهربونه ای که شما رو مثلا تو همین پایین میبینن یه لب همون لبخنده دیگه نباشه <applause> اون اون لبخنده نباشه به نظرم دیگه اصلا ما معنی نداره بدش کنیم یه ذره تلخه تلخه واقعا قهرمان زندگیت کیه به جز پدر به جز مادر دایی فلان به جز اینها درست کیه قهرمان زندگی زندگی من قهرمانی زیادی داره قشنگه بله یه چیزی ما تو محلمون یه تو همینطوری کاسب داریم. داریم من برات یه دقیقه کاپشن تو صاف کنم ما تو محل اون یه خب. کاسب داریم خب که شاد دوست نشته باشه اسمش بیاریم اصلا چه جاله بچه یا یه جوونی یک من آی پور اینا یه روز بهم گفت آه. بعد فکر کردم ببینم گفتم چه قهرمان بزرگیه لبو میفروشه خب بعد خیلی مرده چرا یعنی دیدی با بعضیا سلام میکنی سنگین و باوقارن و زیبان یه پسر واقعیه چهار تا خواهرش شوهر داده اثر این کار با آدم معروفیه تو کار خودش و کارش بلده و هیچ وقت موقعی که برای شما لبو میذاره اگر که مثلا نیم کیلو میخوای بگیری یه دونه میذاره روش یه کم میذاره روش مشتیه دست و دل این میتونه برای ما قهرمان باشه اگر تو زندگی سه کمی عاقلانه فکر کنیم خیلی قهرمان زیاد داریم شما فکر کردی اون بچه ای که جوراب میفروشه دستاش داره شب میلرزه مثلا من بعضی موقع به خودم میگم اصلا خدایا مثلا ما چی میگیم بعضی موقع بهت اصلا گله های ما از چیه واقعا مم. این بچه مردونه یه روز من گفت ببین من این بچه ها نیستم من مامانم مریزه. خب اونم داره کار میکنه مثل یه مرد و من میبینم که آینده اون آدم بزرگی یه ای میشه واسه خودش چون 8 سالش اینقدر مرده <applause> شاید هم شرایط زندگی مجبورش کرده که اینقدر مرد بشه ولی <applause> به خودمون بیایم ما هم چی جدی نیستیم <applause> خیلی قهرمانی جدی تری داریم که وجود دارم خیلی چیزا دار اصلا بهش فکر کنی میبینی اصلا داستان یه پدرایی خیلی قهرمانه یه بچه‌ای خیلی قهرمانه اصلا تو شرایط الان که اصلا یه برای اون پدرایی که دارن زحمت میکشن قهرمان بزرگی هن. حالا پدر من نباشه یه میگم این وضعیت به نظرم این وضعیت از ما خیلی از ایرانی ها خیلی قهرمان ساخته کاش بهش بیشتر فکر کنیم به همه بیشتر فکر کنیم یه چیز دیگه اگر دوست داشتی جای یه به هنرمند غیر ایرانی اصلا زندگی کنی کیو ترجیح میدادی مثلا من والا دوست دارم جای کریستوفر نولان مثلا زندگی یه دو روز سه روز هر چقدر به این موضوع زیاد فکر کردم آه. یه روزی فکر میکردم که الویس پریسلی چی تو زندگیش کم داشته واقعا داریم چنین چنین اصلا چنین کارکتری که اصلا باهاش شوخی نمیشه شما اگه نگاه کنین توی عالم اینترتینمنت هیچ وقت با این آدم شوخی نکردم اه. خب به باسته که این آدم اسطوره است یه کنسرتی من دیدم تمام آدمای اون کنسرت موهاشون مشکی بود جز یه نفر دایره زده بود اون نشون میداد که یه نفر موهاش بلوند بود جایی که همه موها بلنده <applause> یعنی دیگه از این بزرگتر داریم از این محبوبتر آدم ها ولی وقتی بهش نگاه میکنی تو چلو یکی دو سالگی عبه میره آره من خیلی دوست دارم جای اون کسایی باشم که خیلی آثار عجیب قریبی دارن مثلا من خیلی واقعا هم اینی... خب چون آرزو از تو چون... از هر کسی میتونی بگی مثلا من... من... چون... آره مثلا دوست داریم بگم دوست دارم وانگو باشم سناتا پنج به مثلا واقعا یعنی <تص> اگه یه نفر هم با شما گفت شروع کنه سوناتا رو بزدن یا مثلا بخواد سولفژش کنه متوجه میشه که یه آدمی که گوشش نمیشنیده یا کم شنوایی کمشه تو کاغذ یه سری چیزا نوشته این چه به چه درجه از وصل رسیده بوده که نوشته <applause> میدونی دوستش جای به تو باشه میگم حالا خیلی آرزوه یا مثلا جزء واقعا جز... مثلا مثل خوانده کلاسیکا مثلا نمیدونم تو دل آندر بوچلی چی میگذره خیلی دوستم تو قلبش رو بدونم جزا این صدا دو صدای تو قلب پاورتی چی میگذشته یعنی تنور دراماتیک چیه یعنی میدونی من نه. دوستم یعنی اگه یه زمانی برم یه لاقل مثلا پنج روز تو قالب این شخصیت ببینم این قدرت صدای مردونه ای که آدم احساس میکنه از کائنات باید صحبت میکنه چیه اه. زمان اه. تو کافه زمان هم نشستی بله. نظر تعریفت از زمان چیه؟ زمان ارزشمندترین نعمتیه که ماها داریم و هیچ وقت هم قدرشو نمیدونیم آه. تو تیتراج تلویزیونی هم خوندی؟ تیتراژ تلویزیون تلیزون. یه دونه فقط فرمول یک بود دیگه فرمول آره. یک همون فکر کنم هم ترک چهارم یا پنجم ما بود دیگه خیلی جالبه که با اینکه مثلا خیلی از ها بودن که شاید اتفاقات تو هم ایجاد نکردن حالا تا حدودی مثلا نصف و نیمه بوده مثلا 7000 تا 8000 تا ولی تو تو رسانه خیلی به پرداخته نشد چرا یعنی خیلی حمایت یعنی اصلا اعلام هم حتی نشد فکر کنم درست میگم من... راجب کنسرت راجب همین کنسرت الان یهو یادم کنسرت امریکا هم آره دوستنه. رسانه ها هیچ موقع فکر نمی کنم این سالی بود که ما خودمون هم داشتیم ولی آره، یهو آدم اومد آره باب... نمیدونم منم جوابش نمیدونم جالب بود برما. آره بر منم جالب بود که پرداخته نشد بهش خیلی ما جوابی نداریم پس تو هم نمیدونم نه من واقعا نمیدونم چراشون بودن آره همکاری ما بودن که مثلا با هزار نفر کلی تبریک و تمجید شد آره جالب بود برام یه اتفاق قشنگی سر تو افتاد اون این بود که برای اولین بار چون ما چما بچه های موسیقی یه ذره سخت هیچ کمک هم کنی ذره مؤدبانه بگم به نظر من, با، با، من، اون حالا بحثش بماند شاد رسانه ها کنسرت از ایران بیرون بوده حالا 14 شاد اصلا اون اطلاع رسانی که حالا این اتفاق افتاده خیلی زیاد نبوده خب ما تو پیج خودم گوشیم اما برای ما قشنگ و خیلی قشنگ بود که تمام هنرمندا از جمله خود لطف کردین و این خبر رو منتشر کردین به ما تبریک گفتین به نظرم این یکی از اتفاقات خیلی خوبی بود آره خیلی که باست من باستم. همیشه جز, جز آرزوهامه که همیشه همینطوری باشه یعنی یکی از بچا که یه ترک میده همه بچا منتشرش کنن به گوش حمایت و این به قول معروف دستایی که این روزا ممکنه دلالی, دلالی هایی که این وسط انجام میشه برای اینکه یه ترک منتشر بشه کاری حالا به خودمون ندارم ندارم خیلی بچه هستن که خیلی دوست دارن دیده بشن و نه. چه پولای ازشون گرفته آره اینا واقعا زیاد. دستشون قطع بشه خیلی زیاد خب خل... اخ... یه چایی دیگه برات بریزم شکرم خیلی ممنون من, من دیگه بدون نلبکی میبرم ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه چه خبر خودت دیگه هم سلامتی شما خودت چه خبر کار چه خبر من خدا رو شکر که جایتون خیلی دوست داشتم جان من خیلی, خیلی خوب بود بله خدا رو شکر ما... که عالیه یه موجه. ماشه باشه کار ترکاش که بی‌نظیره حرف ما...